سلام و درود بر شما بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و وقتتون بخیر. در یکی دیگه از برنامه‌های 20 دقیقه در خدمت شما هستم. در برنامه امروز گزارش‌هایی داریم از سالگرد انقلاب در عراق، اقدامات آمریکا علیه عوامل سایبری رژیم ایران و ابقای این رژیم در لیست FATF هم گزارش‌های دیگری هستند که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما پیش از شروع بپردازیم به عناوین آخرین خبرها. خبرگزاری فرانسه: روز یکشنبه هزاران عراقی راهی میدان تحریر و منطقه شدیداً امنیتی سبز بغداد شدند تا اولین سالگرد جنبش اعتراضی علیه طبقه راکد سیاسی را گرامی بدارند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید نسبت به دخالت رژیم آخوندی در انتخابات آمریکا هشدار داد و گفت هر کس که بخواهد در انتخابات آمریکا مداخله کند بهای سنگینی خواهد پرداخت. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود در 4 ایالت اوهایو، ویسکانسین، کارولینای شمالی و فلوریدا گفت ما قاسم سلیمانی عامل کشتار جمعی بسیاری از مردم شامل سربازان آمریکایی را از میان بردیم. سلیمانی که آدم بسیار بسیار شروری بود حالا دیگر نیست. مردم عراق روز یکشنبه 25 اکتبر سالگرد انقلاب را در شهرهای مختلف این کشور گرامی داشتند. در این گزارش به تظاهرات در شهرهای مختلف و خواسته های مردم عراق می‌پردازیم. روز یکشنبه 4 آبان مصادف با 25 اکتبر هزاران قیام کننده عراقی تظاهرات بزرگ و سراسری خود را به مناسبت سالگرد شروع قیام اکتبر در بغداد و استانهای بصره، نجف، کربلا، بابل، زیغار، المثنا، میسان، واسط و دیوانیه برگزار کردند. آنها بر استمرار قیام تا نابودی باندهای فاسد وابسته به رژیم ایران تاکید کردند. جوانان قیام آفرین عکس‌های نوری مالکی عامل دست نشانده رژیم آخوندی را زیر گام‌هایشان لگدکوب کردند. شماری از تظاهرکنندگان در حالی که شعار می‌دادند هر چه ما را سرکوب کنید بیشتر می‌شویم، عکس‌های شهدای قیام را در دست داشتند. تلویزیون العربیه در گزارشی گفت تظاهرات اکتبر در بغداد و سایر شهرهای عراق با خواست مبارزه با فساد و توقف سهمیه بندی فرقه‌ای و جلوگیری از دخالت‌های خارجی در امور کشور و تأمین خدمات پایه‌ای برگزار شد. همزمان با اولین سالگرد اعتراضات عراق، کمیساریای عالی حقوق بشر از تظاهرکنندگان خواست که به مسالمت‌آمیز بودن آن ملتزم باشند. همچنین از نیروهای امنیتی عراق خواست که از تظاهرکنندگان حفاظت کنند. کمیساریای عالی حقوق بشر عراق بر تضمین آزادی بیان و نظر و حق تظاهرات مسالمت‌آمیز تاکید کرد و به دولت عراق فراخوان داد تا به خواسته های مشروع تظاهرکنندگان پاسخ مثبت دهد. در این راستا از سحرگاه روز یکشنبه گروه های مردم به ویژه جوانان انقلاب به سوی میادین تحریر و علاوی در شهر بغداد سرازیر شدند. در جنوب عراق در استان ناصریه شماری از جوانان به منظور شرکت در سالگرد انقلاب اکتبر به سوی میدان حبوبی سرازیر شدند. به گزارش تلویزیون رافدین در نجف اشرف، انقلابیون برای شرکت در گرامی داشت سالگرد قیام 25 اکتبر به میدانهای تظاهرات شتافتند. آنها شعار می‌دادند روحم جانم فدای تو ای عراق، با وحدتمان پیروز می‌شویم. اکتبر وعدگاه عراقیان. ۱۰۰
در استان بابل زنان قیام آفرین با سردادن شعار خطاب به باندهای فاسد فریاد می زدند ما دوستداران وطن هستیم، شما چه کسانی هستید؟ در بصره دومین شهر بزرگ عراق نیز قیام کنندگان تظاهرات باشکوهی را برگزار کردند. تلویزیون الهوره در ارتباط با سالگرد انقلاب اکتبر در عراق گفت از شب گذشته هزاران عراقی به میادین بغداد شتافتند تا به تظاهراتی بپیوندند که کمیته‌های هماهنگی جنبش مردمی به مناسبت گذشت یک سال از شروع اعتراضات در بغداد و شهرهای جنوب این کشور به آن فراخوان داده بودند. گزارشی از الهوره. ساحات تنشد الثوره و تنشد لها. هذه استجابة شباب العراق الثائر لتنسيقيات الحراك الشعبي من أجل إحياء ذكرى مرور عام على ثورة أكتوبر. در این میادین به انقلاب فراخوان داده می شود. امروز جوانان انقلابی عراق به درخواست کمیته های جنبش مردمی پاسخ می دهند تا گذشت یک سال از انقلاب اکتبر را گرامی بدارند. این انقلاب تا به امروز ادامه داشته تا تغییر سیاسی محقق شود. این انقلاب را فقر و فساد دولتی شعله ور کرد و بحران‌های گوناگونی که بر این کشور حاکم شد آن را تعمیق کرد. در این انقلاب بهای سنگینی پرداخته شد. صدها تن به دست باندهای مسلح وابسته به رژیم ایران کشته و هزاران تن مجروح شدند. نیروهای امنیتی نیز با بکارگیری زور در این جنایات نقش داشتند. به رغم سنگینی این بها، انقلاب مردم عراق توده‌های بیشتری از مردم را به خود جذب کرد. یک ماه پس از شعله‌ور شدن، یکی از دستاوردهای انقلاب بر کنار کردن عادل عبدالمهدی بود. پس از او دو نخست وزیر دیگر روی کار آمدند. پارلمان مجبور شد تا قانون انتخابات را لغو کند و به دایره‌های انتخابی رأی دهد. امروز بار دیگر انقلاب اکتبر به خیابان‌های بغداد و شهرهای جنوبی عراق بازگشته است. مردم همان خواسته ها را تکرار می کنند. آنها می خواهند این نظام تغییر کند. شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران از بین بروند، از فاسدان حسابرسی شود و قاتلان تظاهر کنندگان مجازات شوند. اولا تفعیل قانون الاحزاب و حصر السلاح المنفلت. اثنين ضم العراق الى محكمة جنائية دولية. ثلاثة محاسبة قتلة المتظاهرين وكشفهم الى الرأي العام. اتظن انك بعدما احرقتني ورقصت كالشيطان فوق رقابتي وتركتني للذاريات تضرني وحدا لعين الشمس في الفلوات. اتظن Oh,
خبرگزاری رویترز به نقل از مارکوس پلیر رئیس FATF اعلام کرد رژیم های ایران و کره شمالی در فهرست سیاه باقی میمونند. گزارشی در این باره. خبرگزاری رویترز: رژیم ایران در لیست سیاه FATF ابقا شد. این تحول شریان تبادلات مالی و بانکی رژیم را در عمل مسدود و قطع می کند. روز جمعه دیدبان ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد استاندارد نظارت بر ناقضان تحریم‌های آمریکا و ملل متحد را تقویت کرده است. ابقای رژیم ایران در لیست سیاه و پایان وضعیت تعلیق به خاطر شکست رژیم در تصویب لوایح CFT و پالرمو در خصوص مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی صورت می‌گیرد. مارکوس پلیر رئیس FATF در این رابطه گفت رژیم‌های ایران و کره شمالی در فهرست سیاه باقی می‌مانند. FATF گروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 3 آبان اعلام کرد که رژیم ایران را به عنوان یک حکومت پر ریسک در لیست سیاه خود ابقا کرده است. رویترز در ارتباط با این اقدام علیه رژیم آخوندی نوشت دیدبان ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم روز جمعه اعلام کرد که استانداردهای خود را برای نظارت بر سیستم مالی کشورهایی که تحریم‌های ملل متحد و آمریکا را در رابطه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی نقض می‌کنند ارتقا داده است. خبرگزاری رویترز در اشاره به روند دور زدن تحریم‌های آمریکا از سوی رژیم نوشت رژیم‌های ایران و کره شمالی با هدف انتقال پول برای پیشبرد اهداف خطرناک خود شبکه‌های گسترده و پیچیده‌ای شامل شرکت‌های پوششی را در بسیاری از کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد ایجاد کرده است. لبنان این کشور بحران زده به خاطر تبهکاری‌های باندی تروریستی مانند شبه نظامیان حزب شیطان دست نشانده رژیم آخوندی برای سومین بار در طول یک سال با مشکل تشکیل دولتی جدید روبرو میشه. سعد حریری دوباره مأمور شده تا دولتی تکنوکرات تشکیل بده. چگونه؟ گزارش رو ببینیم. در اکتبر سال 2019 پس از شعله ور شدن تظاهرات مردم علیه فساد دولتی سعد حریری استعفا داد. امروز او دوباره بازگشته و گفتگوهایش را با نمایندگان پارلمان از سر گرفته تا دولتی تکنوکرات را تشکیل دهد. پس از بحث و گفتگوهای نمایندگان پارلمان ولی بدون تایید نیروهای مسیحی و حزب شیطان دوباره وی مورد تایید قرار گرفت. امروز در مقابل او چالش رأی اعتماد وجود دارد. در میان تظاهراتی که دوباره علیه او شعله ور شده، مردم میگویند که او توان اداری امور در این مرحله استثنایی را ندارد. للتنديد بعدم قدرته على إدارة البلاد في هذه المرحلة الاستثنائية. این مرد لبنانی میگوید نزدیک به یک سال پیش او استعفا داد. امروز هم ما میگوییم آزموده را آزمودن خطاست. ما او را تجربه کردیم. جامعه جهانی هم امروز از نخست وزیر مکلف سعد حریری انتظار دارد دولت جدیدی را با مشارکت نیروهای سیاسی تشکیل دهد. دولتی که نخست وزیرهای پیش از او هم در تشکیل آن شکست خوردند. به عقیده ناظران تا زمانی که سرانگشتان رژیم آخوندی در کشورهای مانند عراق و سوریه و لبنان و یمن دخالت می کنند بحرانهای اقتصادی و سیاسی و بی‌ثباتی و ناامنی ریشه‌کن نخواهد شد. در لبنان نیز مردم این کشور مانند عراق خواهان جارو شدن سرانگشتان رژیم آخوندی از کشورشان هستند. این روزها رأی‌گیری‌های پیشهنگام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های مختلف آمریکا در جریان است. در این گزارش به چرخه رأی‌گیری در آمریکا نگاهی خواهیم داشت. Millions of Americans are voting early in this year's presidential election. Once they vote either by mail or through a drop-off site. رأی اولیه شما که به صندوق انداخته می‌شود کجا می‌رود؟ میلیون‌ها آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال زودتر رأی می‌دهند
وقتی که آنها یا از طریق پست یا از طریق یک سایت ارسال رای رای می دهند، رای آنها در مراکز رای گیری مانند این مرکز در آرنج کانتی در سانتا آنا کالیفرنیا انجام می شود، جایی که کارگران مشغول باز کردن و پردازش آنها هستند. نیل کلی، رئیس انتخابات در آرنج کانتی: آنچه در اینجا مشاهده می کنید بخش بزرگی از عملیات دستی صاف کردن آرا و آماده سازی برای اسکن آنهاست. این بعد از باز شدن آنهاست. ما در تاریخ 5 اکتبر از طریق پست به 1.7 میلیون رای دهنده ارسال کردیم. رای گیری چندین هفته است که در حال انجام است. ما با دریافت 10,000 رای کار خود را شروع کردیم. این میزان 400% بیشتر از 4 سال پیش بود. نیل کلی توضیح می دهد هنگامی که رای خود را از طریق نامه و ایمیل ارسال می کنید چه اتفاقی می افتد. آنچه در اینجا مشاهده می کنید برگه های رای گیری است که از طریق نامه های پستی یا صندوق ها وارد می شود و اولین رای گیری در این رای گیری ها این دستگاه است که امضای رای دهنده را ضبط می کند. و سپس ما مقایسه می کنیم با امضای رای دهندگان در پرونده و سپس اگر رای واجد شرایط باشد آن را باز می کنیم. آرا سپس به خانه های جداگانه می روند که در آنها به محلات و عوامل انتخابات طبقه بندی می شوند تا اینکه رای ها را باز کرده و قبل از اسکن و پردازش آنها را صاف می کنیم. برای کسانی که می‌خواهند در آرنج کانتی، پنجمین حوزه قضایی رأی‌گیری در ایالات متحده شخصا رأی بدهند، کلی می‌گوید که از آنها خواسته می‌شود که از مواد ضد عفونی کننده دست و قلم‌های یک بار مصرف استفاده کنند. رأی دهندگان همچنین از دستگاهی استفاده می‌کنند که به شبکه یا اینترنت متصل نیست و این باعث می‌شود که از بیرون هدف هک شدن قرار نگیرند. رای دهندگان رای های خود را در صندوق ماشین ها می اندازند و آرا سپس توسط عوامل انتخابات جمع‌آوری شده به یک محل امن منتقل می شود و در آنجا از طریق یک سیستم محاسبه مرکزی شمارش می شود. ما همه کارها را انجام می دهیم جز شمردن آرا. نمی توانیم این کار را تا شب انتخابات انجام دهیم. بنابراین ما داده ها را در حالت تعلیق نگه می داریم و آنها در چندین پایگاه داده ها قرار دارند و سپس همه آنها را در شب انتخابات با هم ادغام می کنیم تا نتایج به دست بیاید. من نمی توانم از نتایج اطلاع داشته باشم و نمی توانم نتایج را تا زمان انتخابات به دست بیاورم. او در ارتباط با روند رای گیری امسال می گوید: من 5 انتخابات ریاست جمهوری را مدیریت کردم. این کار بسیار سختی است. ولی امسال سخت‌تر از سال‌های پیش است. در سال 2008 شدت انتخابات زیاد بود. اما این انتخابات بسیار متفاوت است. بنابراین نامزدی اولیه، تماس‌های تلفنی که دریافت می‌کنیم، تعامل در شبکه‌های اجتماعی واقعاً سر به فلک می‌کشد. I managed 5 presidential elections and this one has the most intense level of energy I've seen in any of those elections. 2008 there was a lot of intensity around the election, but this one is very different. So the early engagement, the phone calls we're getting, the engagement on social media has really been through the roof. I mean it's been pretty high. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به سالگرد حمله تروریستی حزب الله لبنان به مرکز تفنگداران آمریکا در اول آبان سال 62 در بیروت گفت رژیم یاغی ایران مایل است به هر قیمتی منافع شرورانه خود را دنبال کند. پومپئو از تمامی کشورهای جهان خواست تمامیت حزب الشیطان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند.